معرفی سه تا سرویس هوش مصنوعی تبدیل متن به ویدیو و عکس به ویدیو سه تاش هم آپشن رایگان داره بریم سراغ اولیش اولین سایتمون pixverse.ai که لینک تمامی سایت ها من قسمت توضیحات ویدیو میذارم و نمونه ویدیوهاشو اینجا میبینید نمونه کاراشو روزانه 200 کردیت رایگان بهتون میده با این 200 هولوش 20 تا ویدیو میتونید ازش رایگان بگیرید و برای ثبت نام و ورودش هم اینجا get started in web برای ثبت نام هم یا از طریق اکانت گوگلتون مستقیم وارد میشید یا از طریق دیسکورد یا اینکه از اینجا ساین اپ میزنید ایمیل، پس یوزرنیم، ایمیل، پسورد و وارد میشید. این صفحه براتون باز میشه و این بالا چی نوشته که 200 تا کرedit دارین و روزانه 200 تا بهتون میده. یعنی اینجوری نیست که امروز 200 تا داشته باشید و فردا 200 تا بهتون بده بشه 400 تا. هر روز 200 تا رو دارید و از این 200 تا کم میشه. این بالا کریت کلیک میکنید، هم میتونید متن بهش بدید، هم عکس. اول یه متن همینجوری بنویسیم، متنتون رو به صورت یه داستان کوتاه میتونید بنویسید به صورت کلید واژه کلید واژه میتونید بنویسید در حد یه جمله کوتاه اینجوری مثلا نوشتم که یه مردی با این که گربه که کل صورتش رو پوشونده باشه داره قدم میزنه توی خیابون و یه کاما ایران توی ایران داره قدم میزنه یه هم چیزی میتونید بنویسید و اینجا قسمت دومش نگاتیو پرامپت میتونید جزئیاتی رو بنویسید کلمات یا کلید واژه‌ای بنویسید که توی تصویر به کار برده نشه اینم میتونید روشن کنید که به صورت دو بهتون تحویل بده استای دیتایل اینجا میتونید مشخص کنید به صورت واقعی ریالیستیک باشه انیمیتوری باشه 3D انیمیشن باشه به حالت انیمیشن های پیکسار یا اینکه به صورت سی جی که یه جورایی میشه همون انیمیشن های توی بازی مثل اونا میشه تقریبا همین سی جی رو من میزنم و این پایین میتونید ابعاد تصویر رو مشخص کنید یا اینکه یک در یک باشه مربعی یا نه در 16 حالت استوری اینستا یا چهار در سه یا 16 در نوع یوتیوب و اینجا کریت میزنید تا این تبدیل میکنه جنریت میکنه بهش عکس هم بدیم یه دونه دیگه ویدیو دیگه با عکس یا عکس من اینجا آپلود میکنم اینجا میتونید پرامپت بنویسید یه متنی براش بنویسید میتونید هم ننویسید اینم که اوکی شد میریم سراغش بعد اینجا میتونید موشن تصویر موشن دوربین رو مشخص کنید به صورت هوریزونتال به صورت افقی حرکت کنه یا ورتیکال به صورت عمودی یا اینکه چرخشی باشه یا اینکه زوم بشه اینجا من یه کمی زومش رو میبرم بالا و این پایین قدرت حرکت تصویر مشخص می که چقدر بالا باشه چقدر پایین باشه همین حد وسطش رو من نگه میدارم و این پایین HD کوالیتی اینو میتونید روشن کنید که کیفیت HD باشه دیگه و اینجا کرییت می‌زنید. این نمونه اول که نوشته بودیم همون حالت استایل CG که مثل انیمیشن بازی هست این هم نمونه دوم که خیلی خمیر شدن رفتن تو هم ولی اگه خواستین کیفیتش رو بیشتر ببریم بالا برسونیدش به 1080p اینجا روی آپسکیل کلیک می‌کنید و یکم صبر می‌کنید که کاراشو انجام بده برای دانلودش هم که پایین روی دانلود کلیک میکنید دانلود میشه بریم سراغ سایت دوم hyper.ai این دیگه کلا رایگانه چون تازه اومده فعلا کلا رایگانه ولی آپشن پولی هم بعدا قطعا بهش اضافه میشه اکثر سرویس آپشن رایگان داره آپشن پولی هم داره حالا بریم سراغ ساختش اینجا روی start creating کلیک میکنید برای ثبت نامش هم مثل همین سرویس ها یا با اکانت گوگل مستقیم وارد میشید بدون هیچ ثبت نام خاصی یا با دیسکورد من با همین اکانت گوگل سری وارد میشم اینجا تون همون متنی که اونجا نوشته بودم هم اینجا می که یه مقایسه ای هم کرده باشیم اینجا قسمت این, این, که اینجا می بینید روش کلیک می‌کنید می‌تونید میتونید رو مشخص کنید دو ثانیه چهار ثانیه من روی چهار ثانیه می می‌تونید میتونید رو مشخص کنید این سری بریم سراغ ابعاد این ریلز اینستا حالت 9 در 16 اینجا روی کریت کلیک می‌کنید یه دونه دیگه هم تبدیل کنیم این دفعه با عکس اینجا روی این سبز کلیک می و اینجا انیمیت یور روی این کلیک می اینجا اکس پادکستتون رو آپلود میکنید حواستون به ابعادش هم باشه هر ابعادی باشه با همون ابعاد تبدیل میکنه تنظیماتش هم که میذاریم روی چهار ثانیه و اینجا میتونید متنتون رو بنویسید میتونید هم ننویسید و روی کرییت کلیک میکنید این مورد اولمون هست که بدم نیست کتش ماشین پشتش این دستاش و مورد دوم که عکس براش آپلود کردیم اینم تقریبا خوبه آره جالبه میشه گفت از قبلی پیکس ورس باز بهتره بریم سراغ آخریش رانوی که یه جورایی ای ترینشون همین این میشه و خیلی آپشن های زیادی هم داره حالا بریم سراغ ثبت نامش اینجا روی ساین اپ کلیک میکنید با اکانت گوگل سریع میریم وارد میشیم این سرویس هم آپشن رایگان داره چند ثانیه رایگان بهتون میده اینجا روی تری جن 2 کلیک میکنید این بالا هم اگه توجه کنید نوشته که 105 ثانیه رایگان داره بهتون میده و اینجا میتونید متنتون رو بنویسید عکس هم بهش اضافه کنید. بریم اول متن بنویسیم اینجا همون متنی که اونجا نوشته بودیم و اینجا پیست میکنیم این بخش دومش به کارمون نمیاد چون چند تا آپشنش پولی مثلا حذف باتر مارک اون لوگو پایین صفحه میاد اونو حذف میکنه توی قسمت پولیش و کیفیتش رو میبره بالا توی همون قسمت پولیش بیاید قسمت تنظیمات دوربین مثل همون سرویس پیکس ورس این هم همون تنظیمات دوربینو داره میتونید رو به حالت افقی در بیارید به حرکت در بیارید پنینگ بهش بدید یکم اینجور اینجوری میشه میتونید میتونید حالت افقی بهش بدید میتونید حالت اینجوری اینجوری تیلت بهش میگن شیپ بهش میگن میتونید اینجوری هم بهش اضاف کنید و میتونید زومش کنید یه کمی ما زومش میکنیم و بخش بعدش که این آپشن فقط برای زمانی است که عکس براش اضاف کردید عکس هم آپلود کردید که اونجا خیلی به کارمون میاد این آپشنش خیلی جذابه قسمت کاستم مدل هم چیز خاصی نیست یعنی چیز خاصی است ولی باید یه کاری قبلش انجام داده باشید که اینجا به کارتون بیاد یه سری بعد از قبل بهش تعریف داده باشین آپلود کرده باشین که از اون مدل الهام بگیره اینجوری بیاید قسمت استایل اینجا میتونید استایل ویدیوتون رو مشخص کنید خیلی داره و خودش همش هم جذابه مثلا همین این بخش بعدش هم که ابعاد تصویر هست میذاریمش روی حالت مربعی این دفعه و بخش بعدش هم کاستوم پریست که اینم بدش کنیم چیز خاصی نیست باید یه سری کارایی انجام بده برای ساخت پریست و اینجا جنریت میزنید 4 ثانیه هم بهتون میده تا این تبدیل میکنه عکس هم بهش اضافه میکنیم اینجا روی آپلود فایل کلیک میکنید اینجا میتونید متنشو بنویسید من متنشو برمیدارم اینجا بیاد قسمت این موشن براش این قسمتش خیلی عذاب هست میتونید یه قسمت های خاصی رو خودتون مشخص کنید براش کنید رنگ کنید همونا رو متحرک کنه روی صفحه کلیک میکنید این اگه روشن باشه اتو دیتکت ایریا اون قسمت هایی که میخواین رو خودش اتوماتیک تشخیص میده ولی من خاموشش میکنم زیاد جالب نیست اینجا به کارمون نمیاد اینجا میتونید رنگ کنید مثلا این قسمت لامپ و من رنگ میکنم اینجا میتونید سایز قلمتون رو کم و زیاد کنید مثلا قسمت های ریز مثلا برگ درختار رو اینجا میتونید مشخص کنید این قسمت سمت خاص توجه داشته باشید اولیش که براشی یک هست قلم یک هست یه رنگ صورتی داره میتونید اون قسمت هایی که رنگ صورتی داره یه جور تحرک داشته باشه اون قسمت هایی که مثلا رنگ این سبز زیتونی هست چجوری است یه جور دیگه تحرک داشته باشه مثلا من اینجا روی صورتیش کلیک میکنم سایزش هم کمی ببریم بالا مثلا اینجا دوم گربه رو من رنگ میکنم و اینجا میتونید مشخص کنید که مثلا دوم گربه چه حرکت کنه هوریزونتال حرکت کنه افقی حرکت کنه یا ارتیکال عمودی حرکت کنه این قسمت پراکسیمیتی یه حالت نزدیک و دور داره میتونید اینش رو مشخص کنید چقدر شدتش پایین باشه چقدر شدتش بالا فکر نمیکنم به کار دوم گربه بیاد این پایین میتونه به کارش بیاد امبینت این نویزی میتونه بهش بده و این خیلی به درد مثلا موج دریا و این باد و این چیزا میخوره برای دوم گربه هم میتونه مناسب باشه یه موج یه چیزی یه حرکتی بهش بده یه کمی من اینو میبرم بالا این قسمت براش دوم من کلیک میکنم یه قسمت رنگ میکنیم مثلا این قسمت لامپه بود که لامپ نداره این هم یه تحرکی داشته باشه به صورت مثلا عمودی چند تای دیگه هم میتونید رنگ بزنید قسمت های مختلف تصویر رو میتونید با جزئیات مشخص کنید که کجا حرکت کنه و اینجا روی جنریت کلیک میکنید این مورد اولمون هست که درست ربطی به اون متن که نوشتیم نداره ولی استایل و اون حالت ریالیستیکش رو دوست دارم خفنه یه آپشنی که داره میتونید چهار ثانیه دیگه هم بهش اضافه کنید روی این کلیک کنید و برای دانلودش هم اینجا روی دانلود کلیک میکنید اینجا میتونید بهش امتیاز بدید اینم مورد دوم ببینیم این چیکار کرده درست اون جایی که مشخص کردم مثلا این دوربینه یا این اینجا خیلی دقیق در نیورده ولی خب حالتش باز ریالیستیک هست میتونه قابل قبول باشه و این هایپر و رانوی به نظر من این دوتا خیلی خفن بودن تو این سه تا اگرم خواستین از کل تایم موزیکتون استفاده کنین که کل تایم موزیکتون به ویدیو تبدیل بشه که یه جورایی موزیک ویدیو ساخته باشین قبلا یه سایت خیلی خفن معرفی کردم اینو حتما یه نگاهی بهش بندازید تا درود دیگر به